عمدی بوده است. حمایت‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران از محمود احمدی نژاد موجب اختلاف نظر بین آیت الله خامنه‌ای و مصباح یزدی شده است. دو سال است که برخی از حامیان سابق احمدی نژاد به منتقدان او تبدیل شدند، اما آیت الله خامنه‌ای که مایل است دولت دهم سال آخر را بی درد سر به پایان برساند، همچنان از محمود احمدی نژاد حمایت می‌کند. آرش سیگارچی نگاهی دارد به اختلاف محافظه‌کاران. سگانه خامنه‌ای، احمدی نژاد، مصباح یزدی، زمانی نچندان دور همه در یک سو بودند. رهبری که به قم می‌رفت، آیت اللهی که به پای رهبری می‌افتاد و رئیس دولتی که خود را مرید آیت الله معرفی می‌کرد. حالا چند وقتی است که رابطه ها به هم خورده. 22 سال این تازه ترین جلسه مجلس خبرگان رهبری است. هفته پیش از غایبان این نشست محمد تقی مصباح یزدی بود. دفتر او بیماری و درد زانو را بهانه کرد. در جلسات دو روز شرکت نکرد، به دیدار آیت الله خامنه ای هم نرفت. حالا یک سایت نزدیک به دولت میگوید دلیل عدم شرکت مصباح یزدی بیماری نیست و دلخوری او از رهبر جمهوری اسلامی موجب غیبت او شده است. به نوشته سایت انسان کامل، حمایت اخیر آیت الله خامنه ای از دولت دلخوری این روحانی ساکن قم را در پی داشته. در مقابل این، پس جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی این جهاد یعنی موجب. منظور سایت انسان کامل این دیدار آیت الله خامنه ای و هیئت دولت است. رهبر جمهوری اسلامی مدت هاست با دولت اختلاف نظر دارد، اما در ملاقات های علنی همچنان از عملکرد محمود احمدی نژاد حمایت می کند. این حمایت در حالی صورت گرفته که بسیاری از حامیان سابق دولت از عملکرد محمود احمدی نژاد ناراضی اند. در قوه قضاییه برخی چون مصطفی پور محمدی اصرار دارند دولت در فسادهای مالی دست دارد. در مجلس علی توکلی و برخی دیگر میگویند برنامه‌های اقتصادی دولت موجب تورم و گرانی است. علی مطهری هم که ادامه کار دولت را اشتباه می‌داند. آیت الله خامنه ای به رغم اختلاف با دولت مایل است که محمود احمدی نژاد سال آخر دولت را بی درد سر به پایان برساند، پس باز از او حمایت کرد. حمایتی که چندان از سوی برخی محافظه‌کاران همچون مصباح یزدی خوشایند نیست. مصباح یزدی پدر معنوی برخی از محافظه‌کاران تندرو در ایران به حساب می‌آید. برخی از نیروهای سابق سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه به او نزدیک هستند. این طیف که به نام جبهه پایداری انقلاب اسلامی شناخته می‌شود، اگر این روزها مخالفت می‌کند برای رسیدن به قدرت است. آنها در انتخابات مجلس که اسفند ماه برگزار شد شرکت کردند، اما توفیقی نداشتند. حالا برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نقشه دارند، مشابه احمدی نژاد و خامنه ای. اکنون که منتقدان و مخالفان نظام در انتخابات جایی ندارند، سگانه خامنه ای، احمدی نژاد و مصباح یزدی امیدوار به پیروزی نامزدشان در انتخابات هستند. خامنه ای که حرف آخر را می زند، احمدی نژاد که مجری انتخابات است و مصباح یزدی که پیروانی را جمع کرده است. آرش سیگارچی، صدای